سلام و وقت بخیر به خبرهای این ساعت از خورشید با من امید دولتزی خوش آمدید. وزارت خارجه کشور در پی اظهارات غیرمسئولانه نخست وزیر پاکستان، سفیر افغانستان در اسلام آباد را شام دیروز به کابل فراخواند. بر بنیاد خبرنامه وزارت امور خارجه، عاطف مشعل به هدف گفتگوها خواسته شده است. در همین حال وزارت خارجه معاون سفیر پاکستان در کابل را احضار کرده و در واکنش به گفته های عمران خان در پیوند بر روند صلح و ایجاد حکومت موقت، اعتراض شدید افغانستان را به وی بیان کرد و این گونه اظهارات را مداخلت در امور افغانستان و احترام نکردن به اراده و حاکمیت ملی کشور دانسته است. در همین حال زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در مورد اظهارات پسین نخست وزیر پاکستان در پیوند به افغانستان واکنش نشان داد. آقای خلیلزاد در صفحه تویترش نگاشته است: پاکستان در روند صلح افغانستان نقش موثر دارد، اما تصمیم در مورد آینده افغانستان تنها مربوط به افغانها است. به باور وی جهانیان باید افغانها را تشویق کنند که به هدف تصمیم در مورد آیندهشان با هم جمع شوند. نخست وزیر پاکستان حکومت افغانستان را مانعی در برابر صلح دانسته و افزوده است: گفتگوهای صلح زمان موفق خواهد شد که یک حکومت موقت در افغانستان ایجاد گردد و پس از آن انتخابات شفاف و همه شمول برگزار شود. نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان دو روز پیش بار دیگر سفر دوره‌اش را آغاز کرد. در خبرنامه وزارت خارجه امریکا آمده از زلمه خلیزاد در این سفر 15 روزه‌اش به افغانستان، بریتانیا، بلژیم، پاکستان، ازبکستان، اردن و قطر می رود و با همکاران بین المللیش در مورد صلح و توسعه افغانستان گفتگو خواهد کرد. گفته می شود آقای خلیزاد در مورد گفتگوهای امریکا با طالبان، ایجاد هیئت گفتگو کننده فراگیر دولت افغانستان و مسائل دیگر با رهبری حکومت افغانستان بحث خواهد کرد. وی پیش از این در پایان سفر دوره‌ایش با نمایندگان طالبان در دوحه پایتخت قطر دیدار می کرد، اما تا اکنون روشن نیست که در این سفر با طالبان دیدار خواهد کرد و یا نه. شاهراه بدخشان تخار بامداد امروز از سوی معترضان در ولسوالی کلفگان برای ترافیک بسته شد. قیوم قانه ولسوالی کلفگان می افزاید: این افراد به خاطر این راه را بسته کردند که دیروز در نتیجه درگیری میان قماندان برزو و قماندان سیف الدین که فرماندهان مسلح غیر مسئول هستند، یک بانو کشته شده و 5 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته وی باشنگان کلفگان از دولت میخواهند که افراد مسلح غیر مسئول را در تخار به ویژه در ولسوالی کلفگان بازداشت کرده و به پنجه قانون بسپارند. یک تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در تخار بازداشت شد. مسئولان فرماندهی پلیس تخار می افزاین این فرد که 12 کیلوگرم هیروین را در یک موتر در بدخشان جابجا کرده بود، می خواست آن را به تخار انتقال دهد، اما دیروز در ولسوالی کلفگان بازداشت شده است. گفته می شود از فرد بازداشت شده که عبدالفتاح نام دارد، هم اکنون نیز بازجویی ها ادامه دارد. و باسی خانواده سربازان قربانی و معلول در غزنی دیروز مقدار مواد خوراکی کمک شد. والی غزنی می افزاید به هر خانواده 100 کیلوگرم آرد، 100 کیلوگرم گندم، روغن، چای، لوبیا، بوره و کمپل داده شده است. به گفته وی این کمک به خانواده های سربازانی انجام شده است که اکنون در شهر غزنی زندگی کرده و سرپرست ندارند. این بود خبرهای این ساعت از خورشید. تا بعد، خدا نگهدار.